به نام خداونده یکتا و با عرض سلام، شما بیننده هر ساعت خبر از یک هستین. وزیر تحصیلات عالی و والی بغلان از یک سوی قصد جان سالم بدر بردند. وزیر تحصیلات عالی و والی بغلان همراه با چند تن از مقام های دیگر دولتی قصد سفر به ولایت کندز را داشتند که کاروان مدرهایشان در منطقه بغلان مرکزی با ماین کنار جاده برخورد کرده است. فرمانده پلیس بغلان به تلویزیون یک گفت در این رویداد به هیچ کس آسیب نرسیده است. چهار طالب مسلح به شمول یک فرمانده آنان در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک کشته شدند. سخنگوی فرماندهی پلیس میدان وردک به تلویزیون یک میگوید این افراد در نتیجه یک عملیات نیروهای پلیس شب گذشته در مربوطات ولسوالی نرخ این ولایت کشته شده اند. ریاست امنیت ملی ولایت هلمند از کشف و بدست آوردن شمار جنگ افزار و مقدار مهمات در مربوطات ولایت هلمند خبر میدهد. ریاست امنیت ملی ولایت هلمند با بخش خبرنامه میگوید این جنگ افزار و مهمات در جریان ارگشت عملیات و تلاشی ها در مربوطات ولسوالی های لشکرگاه، مرجع و گرش کشف و ضبط شده است. بر بنیاد خبرنامه به اتهام نگهداری این جنگ افزار و مهمات کس بازداشت نشده است و تحقیقات در این مورد جریان دارد. 12 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط محکمه استیناف مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر هر کدام از 10 تا 20 سال زندان محکوم به مجازات شدند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر با بخش خبرنامه میگوید این افراد باشندگان ولایت های بدخشان، تخار، نیمروز، هلمند و بغلان هستند و متهمان به قاچاق بیش از 214 کیلوگرم هیروئین و 32 کیلوگرم مورفین و بیش از 450 کیلوگرم تریاک محکوم به مجازات شدند. با آنکه کانادا 5 میلیون دلار را برای ترمیم و بازسازی بند آب دهله در ولایت قندهار به مصرف رسانده، اما این بند اکنون پر از گل شده و نمیتواند آب بیشتر را برای آبیاری زمینهای زراعتی در فصل تابستان ذخیره کند. با این حال کشاورزان قندهار میگویند که آب این بند به اتمام رسیده و کمک های کانادا برای این بند تنها جیب افراد مفسد را پر کرده است. در این حال مهراب زکریا مدیر بند آب دهله میگوید که کمک های کانادا برای بازسازی این بند به گونه مؤثر به مصرف نرسیده و مشکلات این بند همچنان پابرجاست. و هزاران تن از حامیان حزب تحریک انصاف پاکستان در اعتراض به تصمیم دولت این کشور برای بازگشایی راه تدارکاتی ناتو راهپیمایی کردند. عمران خان رهبر این حزب که در شهر پشاور در جمع تظاهرکنندگان صحبت میکرد از دولت پاکستان خواست تا از همکاری با آمریکا در مبارزه با دهشت‌افکنی دست بردارد. خان همچنان تاکید کرد که مردم وزیرستان شهروندان پاکستانند و نباید قربانی حملات آمریکا شوند. آمریکا میگوید که گروههای دهشت‌افکن مانند شبکه القاعده و گروه حقانی در وزیرستان به سر میبرند و نبرد علیه آنان ادامه خواهد یافت. از همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. موفق و کامگار باشید.